مدرنیته بر اساس آزادی اندیشه انسان و رشد و بهروزی انسان و جهان مبتنی هست و در واقع مدرنیته از قرن 15 شروع شده و روشنگری حاصل مدرنیته هست و در واقع نه اینکه غربی باشه بلکه غربی داشت سهم زیادتری داشتن چون ها زودتر با کلیسا، مسئله کلیسا و قدرت کلیسا روبرو شدن و عرفی بودن جامعه رو بهش رسیدن. ما یکمی دیرتر به این قضیه برخورد کردیم. عناصر مختلفی داره، بنابراین توش تفکر هست، توش عرفی بودن جامعه هست، آزاداندیشی هست، ماجرای این که ما اشرف مخلوقات نیستیم، ما مرکز جهان نیستیم، ما بخشی از منظومه شمسی هستیم، اینا چیزی است که مدرنیته داره. بعد دستاوردهای جدید مدرنیته مثلا همزیستی مسالمت‌آمیز بین تمدن‌ها و فرهنگ‌ها، ماجرای زنان، تساوی زنان و مردان، حقوق بشر، اینا همه جزء دستاوردهای مدرنیته است. مدرن با مدرنیته فرقش این است که مدرن نو کردن یه جامعه است، همیشه اتفاق میفته، ولی مدرنیته یه مجموعی است از یه دوره شروع شده و یه جریان تاریخی است که این جریان تاریخی به بهروزی انسان و بهبودی جهان توجه داره و این دو چیزه. مثلا جامعه ما در زمان پهلوی ها مدرن شد، کارخانه اومد، دانشگاه اومد، فرنگستان اومد، مدرن شد، اما مدرنیته توش نبود. یعنی تفکر نو، نو اندیشی، بازنگری فرهنگی، ارتباط فرهنگی ایران و جهان، اینا در حد اقلش بود و رسیدن به مدرنیته یک امر دشواریه. مسائل مدرنیته به طور جدی 15-16 سالی که توی ایران مطرح شده بین اهل فکر و اینا و ضرورتش احضار شده و مدرنیته یک امری است که با انقلاب دائمی فکر در ارتباطه. هیچ چیز ثابت نمیدانه، رو به تکامل میدانه و هر چیزی، هر امر ثابتی رو ابطال پذیر میدانه. میگه این نظریه درسته، قبول داریم، داریم باش کار میکنم، اما این قطعی نیست، ممکنه این باطل بشه و یه نظریه بهتری بیاد. اون من حق دارم اون نظریه بعدی رو قبول کنم. این حقی که شما برای خودتون قائلید، این جزء حقوق مدرنیته است و بنابراین ماجرا این است که در واقع مدرنیته یک انقلاب به دائمی تفکر است بر اساس آزادی های انسان و خب یه چیز لازمی است برای جامعه. در جامعه‌ای که آزادی اندیشه وجود نداره و در واقع یه نوع استبداد فکری وجود داره یا یه نوع خودشیفتگی و خودمحوری وجود داره، طبیعتاً مدرنیته نمیتوانه جایی داشته باشه، برای اینکه مدرنیته ضد این قضایا عمل میکنه، ضد استبداد و استعمار و قضایای تبعیض‌ها و قوانین غلط و سنت‌های پوسیده و سنت. بخشی از سنت میمیره، یه بخشش قادر هست که ادامه پیدا کنه، اون بخش زنده سنت هست که مهمه و از توش مدرن در میاد بیرون، یعنی عبور آگاهانه از سنت داریم. مثلا ما تو معماری یه سنتی داریم، یه بخش از این سنت دیگه الان ما گنبد نمیسازیم، بنابراین گنبد یه چیز خیلی زیباست ولی متعلق به گذشته است. ولی ما میتوانیم مثلا از سیستم آجرچینی که مثلا توی معماری ایران بوده الان یه بهره برداریایی تازه بکنیم، برای اینکه هنوز اون آجر کاربرد داره توی چیزای مدرن. یا سقف کوتاه و سقف بلند، مثلا این خیلی اهمیت داره. تو سقفای کوتاه که ناگزیر ما توی زیر سقفای کوتاه زندگی میکنیم، فکرای ما در دراز مدت بنظر اون سقف فقط پرواز داره. خیلی تأثیر داره معماری روی زیباشناسی آدم. شهری که زشت است، بعضی مدتی شما اصلا ذوق زیباشناسی از دست میده، ولی بدون اینکه ملتفت باشی. یه فت
قادر به تشخیص زیبایی نیستیم. بنابراین مسئله تا این حد اهمیت داره که سنت و نوآوری ترکیب به هم بافته است. و حالا به نظر من ما گاهی سنت با ارتجاع و گذشته گرایی اشتباه میکنیم. گذشته گرایی آدم باید بازاندیشی کنه نسبت به گذشته، اما نباید مدفون باشه در گذشته. من خیلی از آدم ها دیدم میگن یاد اون روزها بخیر چقدر خوب زندگی میکنیم، حالا علکی هایی میگن یار شرفتی که اون موقع همی اون مشکلاتی داشتن، اما یک گذشته ایره برای خودشان تصور میکنن طلایی و زمان فلاکت و نکبت الان با یک امر موهوم میسنجن. ولی این حرف ملا اسدین درسته، گفت که ما جوانیش هم اینجی نبودیم. همیشه آدم ها مشکلاتی دارن، همیشه باید مشکلاتشون حل کنن، همیشه باید به طرف شادی و نشاط و تحول برن. خب این یه قاعده زندگی هستن. حیوانات هم این کار میکنن، جانوران هم این کار میکنن، پرندگان، انسان هم باید این کار بکنه. اینی که این مرتب ما برگردیم بگیم این برهه از زمان به قول لاتلوتا خیلی مهمه و بقیهش مهم نیست، این ها دیگه خود این فکر ارتجاعیه. نزا ندارم، بلکه یه نوع تضاد ظاهری دارن، تضادی که بین عموم و خصوص وجود داره دیگه، یعنی بین عمده و غیر عمده وجود داره. به هر حال سنت بخشی از مدرنیته میتواند باشد. مثلا تو پست مدرنیسم، توی مدرنیسم میگفتن که هرچی قبل از ما بوده بیفایده است، ما امروز این اساس ریختیم، این رو داریم روش میریم. تو عرصه هنر رو اینا اینه میگفتن. مثلا این اکسپرسیونیست ها میگفتن آقا هرچی قبلا بوده مزخرف بوده، ما اکسپرسیونیست حق داریم، یا ما سورئالیست ها. الان پست مدرنیسم میگه نه، تو اکسپرسیونیست هستی، اما یه مینیاتوری هم وجود داشته، یه دوره رنسانسی هم وجود داشته، اونا رو هم میتونی بیای استفاده کنی. در واقع پست مدرنیسم بازگشت به چیزهای زنده سنت هست، یه چیزی هست که مرده به درد نمیخوره، مثلا مربوط کلیسا بوده دیگه، الان حالا کار کرده، ولی یه بخشی هست که میتونه بیاد امروزی بشه. اون بخشی که بیاد امروزی بشه میتونه با مدرنیت همسو بشه. بنابراین هر چی که با مدرنیته مخالف باشه به هر حال یه جوری هم مانع مدرنیته میشه و هم خودش به خطر میفته. و چه سنت باشه، چه تاریخ باشه، چه گذشته باشه، اینا همه اهمیت دارن، اما باید خودشون همسو کنن با تحولاتی که بشر امروز برای فردای خودش داره فکر میکنه. هویت ما با دنیای مدرن اصلا به طور ضروری به هم پیوسته است. ما تو اون تعریف دنیای تعریف هویت گفتیم که هویت بخشی از میراث گذشته است به اضافه وضع موجود و چشم‌انداز آینده که ما بعد از میراث جهانی بگیریم. خب اون میراث جهانی همون تکنولوژی و علوم و دستاوردهای تازه بشری است که ما نمی‌دونیم خودمون از ماهواره محروم کنیم، برای که ماهواره کمک میکنه که ارتباطات اجتماعی یا دولت الکترونیک شکل بگیره. خب این مثلا کجاش ایراد داره؟ با احترام به سنت ما باید آگاهانه ازش عبور کنیم. ما با نفی سنت نمی رودکی و فردوسی سنت منه، من باید بخانمونه، آگاهانه ازش عبور کنم، یه چیزی در کنارش بیافرینم. من که نمیدونم اونه ندیده بگیرم، که اگه ندیده بگیرم نشانه نادانی منه. حافظ میراث منه، قابوسنامه میراث منه، سنت منه، من اونه باید بشناسم. من نمیتوانم همینطوری شما از زیر بوتکی در نمیایم بیرون، هر ما گذشته‌ای داریم دیگه، این گذشته به ما کمک میکنه. حالا این گذشته نباید بر ما مسلط بشه، این گذشته باید کاربرد داشته باشه برای ما. همه چیز برای انسانه، باید در خدمت انسان باشه. هر چیزی که در خدمت انسان نباشه تا حدی بی‌معنا میشه. بنابراین انسان هم که مخصوص جماعات بشری هست،
همه چیز دین باید برای مردم باشه، حکومت برای مردم باشه، آزادی برای مردم باشه، همه چیز در خدمت مردم باشه. حالا یک عده‌ای لیاقت بیشتری دارن، سهم بیشتری میبرن، یه عده سهم کمتری میبرن، اون دیگه توی جامعه آزاد این اتفاق میفته. اما اینکه ما بخوام یه عده رو محروم بکنیم این درست نیست. یا یه چیزی حذف کنیم، ما نمیایم سنت حذف کنیم، همونجوری که نمیایم نوآوری حذف کنیم. اینا مانع تو جمع نیستن به قول لاتا، بلکه اینا با همدیگه میتوانن سازگار باشن. سنت با تکنولوژی میتوان سازگار باشه. اگر مثلا کارخانه نساجی وطن مثلا توی 70 سال پیش نبوده فلان شهر، دیگه مثلا ما به نانو که نمیرسیم تو همون نساجی. خب نه اون بد باشه، ولی حالا تو میاد عوض میکنی و به یه تکنولوژی دست میابی، ولی ادامه اون قضیه است. تو نمیدونی اون نرشته باشی و یه دفعه بیفتی وسط نانو، مثلا عملی نیست. خیلی مسئوله اگر بگذرند. بگذرند یعنی چه حکمرانی ها، حکومت ها، چه دوله بزرگ، و روز بروز این عرصه بر کشورهای مستقل تنگتر میشه به وسیله هجوم سرمایه‌داری فراملی. یه سرمایه‌داری به وجود اومده الان چندین دهه است که اینا دیگه مال یک کشور نیستن. یعنی توش چین هم هست، روسیه هم هست، آمریکا هم هست. سرمایه‌دار اینا جمع شدن با هم دیگه، مثلا هواپیما میسازن، ماشین میسازن، اسلحه‌های تازه میسازن. این شرکت فرمالی قدرت فوق‌العاده اقتصادی داره که توی از کشورها بزرگتره. این سابقا ایدئولوژی نداشت و سیاست نداشت، فقط پول در می آورد. الان میگه که نه، حالا ما که چنین قدرتی داریم، این قدرت اعمال کنیم، این بازار باید مال ما باشه. بعد نگاه میکنه اون قدرت فراملی یه بازار وسیع میخواد برای تولیدی که داره دیگه، میبینه که مثلا ایران ممکنه مزاحمش باشه، یا عراق مزاحمش باشه، یا ترکیه قدگری کنه، یا مثلا سوریه نفهمه. میگه آقا یه خاورمیانه یه دست درست کنیم، اینا همه یه بازار وسیع باشن برای ما. بعد ما هم که خبر نداریم، ما نشستیم تو خانمون همینجوری. اون داره تصمیم میگیره که این بازار یک دست کنه، گسترش کنه و در واقع محصولش بفروشه. یا مثلا وقتی کسی که اسلحه تولید میکنه، حتما باید جنگ به وجود بیاره که اون اسلحه به فروش بره دیگه. بعد داعش به وجود بیاد که اون اسلحه رو بخره. بعد یه عده‌ای که با داعش می‌جنگن بازم اون اسلحه رو بعد بخرن. ایران و عراق که با هم می‌جنگن جفتشون اسلحه آمریکایی مصرف می‌کنن، اسلحه روسی مصرف می‌کنن. خوشن که نراشن این چیزا. بنابراین اون قدرت فراملی برای جهان الان متأسفانه یک سیاستش هم دارن اتخاذ می‌کنن. اون سیاست، سیاست مهلکیه و به ضرر تمام کشورهای مستقل کوچیکی است که میخوان آزاد باشن توی دنیا و نمیذارن اونا، امکان نداره. اون باید جنگ باشه بین ملت‌ها که اسلحه بفروشه. اون باید ملت‌ها، مرزها باید از بین بره، مخدوش بشه که اون بتواند به یک بازار بزرگ دسترسی پیدا کنه، و مسائل خیلی مفصلی که توی این زمینه هست. بنابراین فقط هم این نیست که یک حکومتی فاسد مردم بدبخت میکنه، نه، این بخشی از واقعیته. یه بخش بزرگتری هم وجود داره که یه آدم هایی هستن که این حکومت فاسد اداره میکنن، یا به جان هم میزن، یا زیر تاثیر قرار میدن، یا کودتا میکنن، انقلاب میکنن، و این وجود داره. این به معنی نیست که ما در سرنوشت خودمان دخالت نداریم، نه. همواره مردم باید به خاطر آزادی، به خاطر وطنشان، به خاطر استقلال، به خاطر حفظ هویت خودشان بجنگن. اما خیال خام هم نباید داشته باشن که حتما موفق میشن. برای که یک موانع بزرگتری وجود داره که اینا قادر به دیدن اون نیستن و نمیبینن. انگار ما توی حیاتی هستیم، همه ما یه جور فکر میکنیم. اون تو حیات بعدی که توطئه میکنن علیه ما، اگه ما خبر نداشته باشیم،
یه مدار زیادی خامندشیه دیگه. ما باید بدانیم اونجا چه اتفاق میفته برای اون قضیه خودمون تجهیز کنیم. و اگر یک کشوری قادر به درک این روابط گسترده و پیچیده جهانی نباشه، همون بالا سرش میاد که سر مثلا سوریه لیبی اومده مثلا، که تو بهش میگن که چیزای اسلحه‌های مدرن از بین میبره، از بین میبره، میگن هر کاری میکنه میکنه، بعد میگن پس خفهشو میکنه، از بینش میبرن. یعنی یه جا قطع وای نمیشن قطع کنن، یه جا بگن حالا دیگه این که نوکر ما شده برش کنیم مثلا، گرفتاری تا این حده. خب این اصلا دیگه اصلا تو مخیله آدم، یه آدم آزاداندیش و سلطلب نمی گنجه که اون رها نمی کنه طوره. حالا اون حکمرانی یک کشوره، سیستم امنیتی و پلیسیشه، یا حکمرانی سرمایه فراملیه، یا قدرت‌های بزرگ جهانی هستند. و تمام اصلا خب بقاله نوشته شده که نزدیکترین دوستای رؤسای جمهور کشورهای متمدن جهان صاحبان کارخانه‌های اسلحه‌سازی هستند و قاچاق مواد مخدر. خب اینا سودآوره دیگه. و اصلا و مافیا در کنار کلیساست. در ایران یه عده‌ای معتقدن در ایران اصلا منع تفکر وجود داشته، یعنی نداشتن هیچ وقت متفکرین آزادانه فکر کنن و این فکر انتقال بدن. میگن که کل سیستم جامعه و حکومت اقتضا نمی‌کرده که آزاداندیشان به وجود بیان. یه عده‌ای این اعتقاد دارن. من موافق اون عده نیستم. من معتقدم همواره در ایران آدم‌های آزاداندیش وجود داشتن. و اینکه یه عده میگن روشنفکری از زمان عباس میرزا به وجود اومد که ما توی جنگ ایران رو شکست خوردیم و اون به فکر افتاد که چرا اینا ما رو شکست دادن، پس اینا یه چیزی دارن، و اون فکر کردن نسبت به غرب شروع شد. بعد از اون موقع جبهه گرفتن در برابر غرب. من اینجوری فکر نمی کنم. من معتقدم که ما در طول تاریخ خودمان آدم های روشنفکر داشتیم. روشنفکر به معنی کسی که ایجاد فکر میکنه و فکر خودش اشاعه میده. بزرگمهر یه روشنفکره، ابن مقفع یه روشنفکره، شیخ اشراق شاهبدین سهروردی یه روشنفکره. شما کتابش که میخوانی ببینید که این دائما در حال تفکر بوده و یه فکر دقیق و درست علمی منطقی داشته. و خیلی دیگه، خود فردوسی یه روشنفکر، حافظ در اصل خودش یه روشنفکر. اگه روشنفکر نبود که با ریاکاری و حماقت و خرافه و اینا نمیجنگید، تن میداد به قضیه، دوست صمیمی شاه شجاع بوده. اما خود سلطنت و خود این قضیه رو اصلا دست انداخته، اینقدر به خودش مطمئن بوده که حساب دوستی و نمیم این قطع میشه و فلان حرف آقای طرف میرنجه و اینا نکرده، حرف خوش زده. و روشنفکر کسیست که وقتی به یک فکر درست میرسه اونه بدون توجه به خطرات که ممکنه مطرح کنه، و اگر اشتباه کرد بعد دوباره بیاد و معذرت بخواد، از بردو بگه من اشتباه کردم، من اینجوری فکر میکردم، قرضی هم نداشتم و الان متوجه شدم که اینجوری نبوده، مثلا اینطوری بوده. بنابراین من روشنفکری محدود فقط به دوره خودمان نمیدانم، دوره مدرن نمیدانم، بلکه یه تداوم فکر میدانم. و بله، موانع تفکر در ایران اونقدر زیاد بوده که متفکرین از دم تیغ گذرندن، مثلا معتزله رو کشتن، معتزله قدرت پیدا کردن، اشاعره رو کشتن، بعد سالهای سال سنی ها شیعه ها رو کشتن، بعد در دوره صفوی شیعه ها قویشن سنی ها رو کشتن. خب این مثلا در واقع مانع فکر اونا شدن، در که میدم از سنی و شیعه در کنار هم دیگه زندگی کنه و مثلا همشون یه دین هستن. اما این تعصبات وحشتناک مانع تفکر درست شده. بنابراین موانع تفکر در ایران زیاد بوده. اما فرهنگ ایران
به طور کلی فرهنگ مداراست، فرهنگ رواداریه، یعنی با دوستان مروّت، با دشمنان مداراست. این اساره فرهنگ ایرانیه. فرهنگ ایرانی خشن و درنده و مهاجم نیست، بلکه کنار میاد و با یا احساسات یا با منطق یه جوری اون آدم غالب ره، اولا از غالب بودن در میره و مغلوب میکنه، یا دستکم در تراز خوش قرار بیده. این و یکی از خواص فرهنگ ایرانی مخلوط شدن با فرهنگ‌های دیگه است. به راحتی با فرهنگ‌های دیگه مخلوط میشه، چیزای خوبش رو میگیره، اما همواره تا این اواخر اون اساس فرهنگی خودش نگه داشته بوده. الان حالا نمیدونم من چنین قضاوتی داشته باشم، ولی پایه‌ها رو نگه می‌داشته. شاخ و برگاش حالا ایرانی بوده، میگرده چینی، ژاپنی، نام هندی، مثلا ایران نره. هر فرهنگ مهمی این کارو میکنه، ولی فرهنگ ایرانی اصلا یکی از نمودهای حیاتیش اصلا این امتزاج با دیگرانه، این نوع التقاطه. که حالا یه فکر مثلا التقاط فکری بده. به هر حال من تصورم این است که فرهنگ ایرانی با مدارایی که داره پذیرای تمام چیزهای خوبی است که میتونه تو فرهنگ‌های دیگه باشه. و البته سال‌هاست که ما در به روی اندیشه‌های غربی مثلا بستیم ظاهرا، و داریم ترویج می‌کنیم نوعی بازگشت به خود رو، نمی‌دونم این قضیه، ولی عملا ما مثلا تو ادبیات ما می‌بینیم عکس این قضیه عمل شده، تو سینما عکس این قضیه عمل شده، و نمیشه آدم خودش محروم کنه از جهان. ما جزء جهان هستیم، ناگزیر با بقیه جهان باید در ارتباط باشیم. ولی چند چیز مانع این کار میشه. یکی بیگانه حراسی است که توی فرهنگ ما هست. متاسفانه ما خیلی با احتیاط با بیگانگان ارتباط برقرار می‌کنیم. عکس قضیه هم گاهی هست، یعنی خودباختگی وجود داره، ناگهان ما مرعوب و مجذوب غریبه ها میشیم، میگیم آقا آمریکاست که به اون اوج رسیده، ما باید مهاجرت کنیم بریم اونجا، اونجا بریم خوشبخت میشیم. نمیگه خب بریم اونجا، تو باید بازم کار کنی، باید همین زحمتی که اینجا میکشی اونجا بکشی. معلومه نیست که این برخورداری که اینجا داری اونجا هم داشته باشه. ولی هم بیگانه حراسی داریم، هم بیگانه خواهی داریم. اینا باید به تعادلی برسه. بله، آدم باید در برابر بیگانگان یک کمی با احتیاط رفتار کنه که منافعش به خطر نیفته. ولی این که دیگه کاملا قطع رابطه کنه با دیگران، به قول اهل سیاست دیوار آهنین دور شوروی چیز کنه یا دور چین ببنده، این دیوار خراب میشه دیر یا زود و فایده‌ای هم نداره. حالا ممکنه 70 سال که در برابر میلیون سالی که بشر عمر کرده که اصلا چیزی نیست، برابر این بعد در اشاره تاریخی دید قضایاره. ما نمیتونیم الان ایران عملا دوست داره با دنیا وارد یک نوع ارتباط بشه، اما روش هایی انتخاب کرده و فکرهایی رو اشاره میده که اون روش ها و فکرها با این سازگاری با جهان مغایر هست. و وقت و ظاهرا میگه که ما با همه دنیا میخوام ارتباط داشته باشیم، ولی حرفایی میزنه که این حرفا در واقع اونها رو میرمانه و این سازگاری و همزیستی رو در واقع منتفی میکنه. این چیزی که باید حل بشه، یه روزی حل بشه. البته حکومت های ایدئولوژیک امکان نداره که از اصول خودشان تخطی کنن. شوروی میگه سوسیالیسم نجات دهنده جهانه، عربستان میگه دین نجات دهنده جهانه، این از عقایدش که بر نمیگرده. خب از عقایدش که بر نگرده ارتباطش با جهان مخدوش میشه. و ایدئولوژی به طور کلی مثل انقلاب دیگه اصلش گذشته. دوره تفاهم و سازگاری با جهان فرا رسیده و همزیستی مسالمت‌آمیز
چند وقت در دوره خروشچف اینا جا را افتاد، به نظر من یه دستاورد مدرنه که تو میتوانی با حفظ استقلال خودت با جهان در ارتباط باشی. حالا تو میترسی که سرت کلا بزنن، خب معلومه که گرفته ما از تو، خب نظر کلا بزنن سرت. مگه سر مونتکارلو کلا میزنن؟ مگه سر هلند یه کشور کوچیکه کل کسی کلا گذاشته؟ خب باهوشه، میفهمه، نمیذاره سرش کلا بزنن. حالا مثلا من افغانستان سرم کلا میزنن، خب گرفتاری منه. من که نمیدونم یه عمر ارتباط من با جهان قطع کنم به دلیل اینکه من استعمار کنن، استثمار کنن، سرم کلا بزنن، منابع من بدوزن. خب نظر بدوزن. تو که قادر نیستی من چیز اموال خودت حفظ کنی، چرا همسایه رو دزد میکنی؟ مثلا دین در بعضی از کشورها نقش خیلی مهم بازی میکنه. از قضا درست برعکسی که تو ایران مثلا شاید شایع باشه، مثلا آمریکا یکی از کشورهای بسیار متدینه، مردمش به شدت به دین وابسته هستن. روز یکشنبه بعد برن کلیسا، فرقه های تندروی مذهبی تو اونجا وجود داره. این اواخر یه آدمی اومد گفت آخر زمان نزدیک اینا، بعد من 200 نفر یا خیلی بیشتر اصلا خودکشی کردم. یعنی خب این فکر مذهبی بود اینجا. تنها کسی که رو پولش نمیشه توکل تو علالله، نه به زبان عربی، بلکه ویتراس تو گاد، یعنی ما به خدا تکیه میکنیم، یعنی همون توکل تو علالله، ما تکیه داریم به خدا، دیگه رو پولش نمیشه. خب از این معلومه که این مذهب در اونجا قویه. حتی من وقتی که پترزبورگ بودم، یه خانم روس میگفت که پوتین داره دین رو اشاعه میده برای اینکه دین وسیله آرام کردن مردم و مطیع کردن مردمه و خیلی بیشتر از سوسیالیسم میتونه کاری داشته باشه. چون خود سوسیالیسم هم تا تبدیل به دین نشد، با انگیزه، یعنی شکل دینی به خودش نگرفت، نتوانست یه دین مدرن، نتوانست رشد کنه. یعنی روسا مسیحیت شکلش نگرشتن، سوسیالیسم ریختن تو ظرف ارتدوکس. بنابراین دین بخشی از فرهنگه و فرهنگ مهمه. به هیچ وجه هم شما نمیدید فرهنگ جا به جا کنید مگر در طول قرون. در طول قرون میشه مثلا فرهنگ دینی ره از اقتدار کشید پایین و روشنگری به جاش گذاشت، ولی دین هنوز وجود داره به رغم روشنگری و به دلیل مارکسیسم و به دلیل چیز دیگه. چون دیگه تاریخ خسته شده از اینکه مثلا این همه در دوره سلطان محمود شیعه ها رو کشتن، رافضی ها رو، که اصلا در به در به دنبال رافضی میگشتن فلان یه حرفا. مثلا بعد یکی از ایراده هم که گرفتاری که برای فردوسی بوجود داده این که مثلا تمایلات شیعی داشته. به هر حال همواره به اسم دین جنگ های صد ساله صلیبی که مسلمانان با مسیحیان جنگیدن. من تصور میکنم تاریخ و دنیا خسته شده از محور قرار دادن دین و به ازای دین جنگیدن و دیگران مخالف دین قلمداد کردن و نابود کردن اونا، و باید دین با عنوان باور شخصی بیاد و مورد احترام باشه، همونجور که مدرنیته و همونجور که حقوق بشر میدونه در کنار دین رشد خودش داشته باشه و اینا تعامل داشته باشن. مثلا خب تو غرب کلیسا قدرت خودش از دست داده. یه جاهایی خوشبختانه مثل انگلیس، مثلا من یه پاپ بزرگی رفتم که اونجا باشن کلیسا باشه، من از این کلیسای جامعه بزرگ باشه، من عرق پوشی کرده بودم و چقدر مفید بود برای اهالی اون شهر. هر وقت من لندن میرم یه سر اونجا میزنم برای احترام به کلیسا. بعد خیلی از کلیساها موسیقی جاز میزنن توش، موسیقی مدرن میزنن که مردم برن به این بهانه کلیسا. بعد خود پاپ خیلی وقتا با خیلی چیزایی که اصلا قبلا فکرش هم نمی کردیم موافقت میکنه، میگه مثلا موسیقی جدید خیلی چیز خوبیه، برای اینکه میدانه که با موسیقی جدید هیچ کس نمیدانه مخالفت کنه ولو پاپ باشه. خب باید تن در بدیم به بعضی از اختزاعات زمانه جدید، ولو این که پاپ باشیم یا بزرگترین قدرت مذهبی جهان باشیم، چون پاپ بزرگترین قدرت مذهبیه دیگه. باری چیزه منافاتی من بین دین و تمدن و فرهنگ و
و نوآوری نمیبینم، به شرط اینکه حدود هر کدام از اینا به طور آزادانه و منطقی در حوزه خودشان عمل کنند.